هفته پیش باز یک منفی دادن دیگه، دادگاه آخر بود. قیوم مجیدی که پیشینه کار را در اداره امنیت دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشینه افغانستان دارد، بر بنیاد یک تصمیم اداره مهاجرت سویدن ناگزیر است که این کشور را ترک کند، زیرا اداره مهاجرت سویدن گفته است این مرد در اداره کار کرده است که متهم به نقض حقوق بشر است و برای او در این کشور پناهندگی دادن نخواهد شد. قیوم مجیدی 5 سال پیش با همسر و 2 پسرش در برنامه پیوند خانوادگی به سویدن منتقل شدند. به غیر از قیوم مجیدی، پناهندگی همه اعضای خانوادهش در این کشور پذیرفته شده است. دلیلی که مرا نپذیرفتن و برای ما حکم اخراج دادنی بود که من قبلا در انترویو خود گفتم که من کارمند ریاست تحقیق وزارت امنیت دولتی بودم و در اونجا به عنوان ترانسپورتر فای وظیفه کردیم. وحی را به عنوان گرفته؟ اینمی گه بهانه شده که تو در اداره کار کردی که او اداره ناقض حقوق بشر بود، بنان تصمیم گرفته که برای کسایی که در اداره که ناقض حقوق بشر باشه هیچ حتی جایی برای اقامتشان نیست. حکیمو همسر قیوم مجیدی به دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان و پس از تصمیم اداره مهاجرت سویدن در پیوند به پذیرش پناهندگی زنان افغان در این کشور اقامت سیاسی دریافت کرده است. اخراج همسرش به افغانستان در اوضاع ناگوار کنونی این زن را به شدت نگران ساخته است. چی کنم؟ خودم ماندیم که ای شوهرم اخراج شد، ای چطور میشه؟ این حرف خود را کجا برسانیم که ما یک خانواده هستیم و نمیخواهیم جدا شویم. شرایط زندگی بر ما اونجا خوب نیست. باز زمانی که شوهرم کار میکده اونجا اون چی کاری هم نبوده، همچین حرف را اونا برشان همیچی گپ بهش گفتن که تو به حساب سیاسی نمیتونی زندگی کنی اینجا. در حالی که تصمیم اخراج این مرد به افغانستان نقض قوانین بین المللی مبنی بر یک جا ماندن اعضای خانواده دانسته می شود، اداره مهاجرت اما بر رادیو سویدن گفته است که تصمیم آنان در این زمینه موجه است و این مرد در اداره کار کرده است که جرایم را بر ضد بشریت مرتکب شده است. دادگاه اداره مهاجرت طبق نظریات خودشان، چیزی که خودشان تصمیم گرفتن و چیزی که خودشان فکر میکنن، این تصمیم صادر کرده و نه به حرف خود پدرم گوش دادن و نه امتیاز ای را دادن که استاد شود از خود دفاع کنه در یک دادگاه حضوری در مقابل قاضی و سوالایی که هنوز جوابی برش نیست. زکی خلیل از دفتر حقوقی که مسئولیت دفاع و پیشبرد پرونده این مرد را داشته است میگوید که اداره مهاجرت سویدن در پیوند به پرونده قیوم مجیدی برخورد دوگانه داشته است. چون این اقدام را کردن که این به شدت مورد انتقاد قرار داره. از اینکه دادگاه هم به تصمیم اداره مهاجرت رای داد، این نشان دهنده از این است که قوانین اداره مهاجرت در این کشور به شدت رو به وخامت است. دولت سویدن چنین موارد را در پیوند به پناهندگان خیلی جدی گرفته است، چنان که بر بنیاد یک تصمیم سویدن پناهندگان سوری که در ارتش این کشور خدمت کردند از دریافت شهروندی سویدن محروم شدند و پناهندگان دیگری نیز که با سازمانهایی که مرتکب نقض حقوق بشر شدند کار کردند باید 25 سال انتظار بکشند تا بتوانند تابعیت سویدن را به دست آورند. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، سویدن.